مرگ کولبران در کوهستان‌های مرزی تراژدی تلخی است که بارها رنج نان به قیمت جان را یادآوری می‌کند. در سال‌های اخیر افکار عمومی خواستار رسیدگی به وضعیت آنها شدند و مسئولان هم طرح‌های حمایتی تصویب می‌کنند. اما کولبران هنوز هم میان قانون و معیشت سرگردانند. چند روز پیش یک گروه از کولبران در ارتفاعات سقز مفقود شدند. دو ساعت بعد خبر رسید 14 نفر این کولبران صحیح و سالم پیدا شدند. اما از سرنوشت دو نفرشان خبری نبود. عملیات جستجو برای پیدا کردن این دو کولبر ادامه پیدا کرد و بالاخره آنها در کردستان عراق پیدا شده و در حالی که وضعیت جسمی خوبی نداشتند به بیمارستان منتقل شدند. در سالهای اخیر قوانین زیادی برای ساماندهی کولبران اجرا شده، اما هنوز این قوانین باعث پایان کولبری و خطرات و صدمات آن نشده است. بر اساس قانون، ورود و خروج مخفیانه کالا از مرزهای کشور قاچاق محسوب می شود، اما سختی معیشت و چالش‌های فراهم کردن اشتغال برای مردم مرزنشین موجب شده تا شورای عالی امنیت ملی برای اولین بار در سال 1389 طرح ساماندهی کولبری را پذیرفته و تصویب کند. در این طرح قرار شد 10% از درآمد مرزها برای کولبرها و ایجاد اشتغال برای آنها هزینه شود. قرار بود با این طرح به تدریج شغل کولبری به طور کامل در این مناطق حذف شود، اما این اتفاق رخ نداد و طرح ناتمام ماند. در نتیجه کولبران همچنان از مسیرهای خطرناک تردد می‌کردند و کشته و مجروح می‌شدند. در بهمن ماه سال 95 بعد از مرگ تلخ کولبرها دوباره نگاه‌ها به این سمت کشیده شد. این بار در هیئت وزیران قرار شد برای سرپرست خانوارهای روستایی در شعاع 20 کیلومتری کارت الکترونیکی پیله‌وری صادر شود. در کارت پیله‌وری هر خانوار مرزنشین ماهانه 500,000 تومان امکان واردات کالا از معابر مرزی را داشت. اما این طرح مورد استقبال کولبران قرار نگرفت، چرا که معتقد بودند درآمد حاصل از آن بسیار کمتر از کولبری است و پاسخگوی نیازهای آنها نیست. سرانجام در آخرین اقدام آذر ماه امسال مسئولان اعلام کردند که امکان ثبت سفارش تعرفه‌های مجاز برای کولبران در سامانه جامعه تجارت فراهم شده است. در این طرح کولبران می‌توانند با ثبت نام در سامانه جامعه تجارت و احراز صلاحیت از سامانه مرزنشینان با نقش کولبر اقدام به ثبت سفارش تعرفه‌های مجاز خود کنند. طرحی که به گفته فعالان اجتماعی در بسیاری از مناطق اجرا نمی‌شود و حتی اگر اجرا شود نمی‌تواند پاسخگوی بسیاری از مشکلات در این مناطق باشد و کمکی به حذف کولبری در کردستان و مناطق مرزی دیگر نخواهد کرد. کردستان متاسفانه زیرساخت مناسبی نداره. از لحاظ اشتغالزایی کار نشده. از لحاظ کارخونه و کارگاه و تولیدی هیچ کاری انجام نشده. اگه 4 تا کارخونه می‌زدن اینا می‌رفتن سر کار، مطمئن باشه این کوه‌ها همشون خالی از کولبر بودن. کسی از خوشی نمیره تو برفگیر بکنه تا کمر نتونه راه بره. خطرات خیلی زیادتری هم داره. شما خود می‌بینید دیگه منطقه کوهستانی گرد داره، انواع اقسام حیوانات درنده داره. اینا شب گیر می‌کنن، شب می‌مونن. حالا بجز اینکه مثلا کالا قاچاق بشه، گیر بده به اینا مثلا گیراندازی بشه، نمی‌دونم تیر بخورن، کشته بشن. خطر زیاد داره. اما مشکل اصلی در این منطقه اشتغال است و بسیاری افراد از روی بیکاری به کولبری روی آوردند. افرادی که به گفته مردم محلی قبل از این بیشتر جوانها بودند، اما حالا چند وقتی می شود که پیرمردها و زنان هم کولبری می کنند. علاوه بر این در بین کولبران کم نیستند کسانی که دانشگاه رفتند، دکترا دارند، اما نبود شغل مجبورشان می کند بعد از دانشگاه راه کوهستان را برای کولبری پیش گیرند. حالا این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که پایان کولبری از راه توسعه اشتغال در مناطق مرزی میگذرد.